خب دوستای گلم، اولین ترشیمون آماده شد، کنار گذاشتیم، میریم سر دومین ترشیمون. خیلی ها طعم بادمجون کبابی رو دوست ندارن و خوششون نمیاد. اینم راه داره، میتونید بادمجون رو بخار پز کنید، یا من با یک نصف لیوان بادمجون رو پوست کندم، با نصف لیوان آب و نصف لیوان سرکه گذاشتم، بادمجونم کاملا پخته شده همونطور که میبینید. بعد اینو توی آب کش میذارم، یه چیز سنگین روش میذارم تا کاملا آبش کشیده شه. همونطور که میبینید آبدار نیست، اصلا آب نداره. وقتی که به این شکل در اومد، اینو باید میکسش کنید. حالا به هر روشی که دوست دارید، میتونید ساتوری کنید، میتونید تو دستگاه غذاساز بریزید. من اینو میخوام این سری با این روش درست کنم. بادمجونامو میریزم تو دستگاه غذاسازم. و کاملا میکسش میکنم. بادمجونمون کاملا پوره شد، میریزم توی ظرف. حتی میتونی چرخ هم بکنی. بادمجونا رو میکس کردم، هویجی رو که ریز رنده کرده بودم بهش اضافه میکنم. سیری رو که نگینی خرد کردم بهش اضافه میکنم یه مقدار. میزانش گفتم همونطور که گفتم بستگی به خودتون داره. دوباره به این یه مقدار فلفل قرمز، یه مقدار فلفل سیاه. حالا فلفل گلمه‌ای هم که داشتیم کاملا پاک میکنیم. سفیدی های داخلش رو جدا میکنم. هم میتونید رنده کنید و هم داخل غذا سازتون بریزید. فلفل دلمه یامونو که گفتم رنگی استفاده میکنیم، داخل غذا ساز میریزیم. هم میتونید رنده کنید و هم داخل غذا ساز بریزید. خب بعد از این که فلفل دلمه ایمونم میکس کردیم، اضافه میکنیم به مواد قبلیمون. این ترشی هم که اسمش لیته فلفل دلمه ای و بادمجونه، واقعا خوشمزه است و سه روزه آماده میشه. کاملا موادمون رو مخلوط میکنیم. با آب گوشت واقعا ترشی خوشمزه‌ایه. همینطور با فلافل. حالا رسیدیم سر سبزیاش. برخلاف ترشی لیته قبلی، این توی این سبزی سعی کنید مقدار کمتری بریزید.
150 الی 200 گرم کافیه. کم کم بریزید، هم بزنید تا ببینید مقدارش چقدر میشه. من یه قاشق دیگه هم میریزم. خب بعد از اینکه مواد رو مخلوط کردم نوبت سرکه میشه. میخوام اونو با سرکه سفید درست کنم. اینم در حدی که زیاد شل نشه کم کم بریزید. در همین حد کافیه. نمکم بچشید ببینید نمکش چطوره. من یه ذره بچشم. میزان نمکش کمه. هم میزنم. یه ذره دیگه سرکه اضافه میکنه. خب دوسته گلم، رسیدیم سر این که اینا رو داخل شیشه یا داخل فلفل دلمه‌ای بریزیم. چون این لیته فلفل دلمه‌ای و بادم جونه، من این فلفل دلمه‌ای رو به این شکل برش زدم، به شکل ستاره‌ای و هفتش. میتونید داخل اینو پر از مواد کنید به این شکل، به این شکل داخلش رو پر مواد کنید، دو سه تا از این سیرا روش بذارید، درش رو ببندید به هر تعدادی که دوست دارید. اینو داخل ظرفای شیشه‌ای میچینید و روش رو پر سرکه میکنید. قبلا به سرکه نمک اینا هم بزنید. یه مقدارم از سبزیش میتونید داخل این بریزید. این هم برای پذیرایی خیلی شکیل و قشنگه و طعم فلفل به ترشیتون در میاد، واقعا خوشمزه میشه. این یک مدل. بقیهش هم که میتونید مثل قبلی داخل شیشه رو پر کنید به این شکل و حتما داخل یخچال اینا رو نگهداری کنید. وقتی که شیشه رو پر ترشی کردم، همونطور که میبینید روش یک مقدار سرکه می‌ریزم که مواد خشک نشه. درشو محکم می‌بندم. ترشی دوم ما هم آماده شد. حالا رسیدیم یه مقدار از موادمون مونده. من فلفل دلمه‌ای که برش زدم به این شکل، اینو که پر کردیم کنار میذارم. بقیه موادم توی اینا میریزم. داخلشو کاملا پر از این ترشیای بادمجون، لیته بادمجون و فلفل دلمه‌ای میکنیم به این شکل. چند تا سیر روش میریزم، درش رو میبندم و داخل این ظرف میذارم. این یکی رو هم به همین شکل برش زدم. موادم رو داخلش پر میکنم. چند تا سیر برای زیبایی کار. وقتی که آماده شد به این شکل میتونید توی پیش دستی تزیینش کنید. درش رو میذاریم.
یه قاشق روش از سبزیایی که داشتم به این شکل میپاچم، یه مقدار از مواد خود ترشیمون تهش میریزم، این ترشی یک هفته آماده میشه اونه که داخل فلفل دلمه‌ای میذاریم و با سرکه تمام سطح ترشیمونو پر میکنم. درش رو میذارم و داخل یخچال ازش نگهداری میکنم. زمانی که سرکه رو ریختیم داخل ظرف، روش یک مقدار نمک میریزیم تا طعم نمک به خورد فلفل دلمه‌یامونم بره. درش رو میذارم و داخل یخچال ازش نگهداری میکنم. اینم طرز تزیین ترشیمون. سومین ترشی که میخوام بهتون آموزش بدم ترشی دلمه بادمجونه. بادمجونامون رو همونطور که گفتم سعی کنید از سایز کوچیک بادمجون استفاده کنید و نیازی به پوست کندن نداره، فقط این پرچمای دور بادمجون رو میکنیم و داخل بادمجون رو که میخوایم چیز کنیم داخلش رو یک برش میزنیم به این شکل. بعد اینو تقریبا به مدت یک روب داخل نصف استکان سرکه و یک لیوان آب میذاریم کاملا پخته بشه. اینو بادمجونامونو میچینیم داخل قابلمه، یک استکان سرکه و یک لیوان آب میریزیم، درشو میذاریم و اجازه میدیم تا پخته بشه. اگر سرکه بیشتر بریزید بادمجونامون سفت میشه و پخته نمیشه. همونطور که میبینید الان بادمجون من کاملا پخته شده. بعد از آب در میارم میذارم تو آبکش، کاملا باید آب اون گرفته بشه، به این شکل در میاد. خب سبزی رو گفتم تو سه تا ترشی، یکی هیچ فرقی نداره، فقط سیری که داریم این دلمه بادمجونمون حتما باید سیرش بیشتر از ترشی های دیگه باشه. سیری که مونده به سبزیامون اضافه میکنیم. کاملا مخلوط میکنیم. برای تندیش دوباره یه مقدار فلفل سیاه بهش اضافه میکنم، یه مقدارم فلفل قرمز. کاملا مواد رو مخلوط کردم. حالا بادمجونامون رو به این شکل باز میکنیم، با دستمون یک مقدار گوشتش رو فشار میدیم تا گوشتای بادمجون به دیوارهاش بچسبه، به این شکل. داخلش رو پر از مواد سبزیمون میکنیم. کاملا با شست فشار میدیم. بعد از اینکه داخل بادمجون رو پر کردیم با دستمون یک مقدار فشار میدیم و لبه ها رو به هم نزدیک میکنیم. توی ظرفمون به این شکل میچینیم. بادمجون دومم به همین شکل، قسمتی که برش زدم رو باز میکنم، با دست یک ذره بادمجون ها رو فشار میدم تا منسجم شه و جای بیشتری برای سبزیمون باز بشه، به این شکل. داخلش رو پر میکنم. کاملا فشار میدیم. کاملا پر کنید. لبه ها رو یک ذره به هم نزدیک کنید، به این شکل داخل ظرف بچینید. تمام مواد رو همینطور پر کنید.
این ترشی 10 روز میکشه تا آماده بشه. در مدت 10 روز حتما داخل یخچال یا در جای خنک نگهداری کنید. با دست فشار بدید تا کاملا سبزی داخل بادمجون قرار بگیره. به این شکل. اینم داخل ظرفتون بذارید. به این شکل پر میکنیم. ما بین بادمجون ها اگه فاصله ای هست داخلش سبزی میریزیم. روی بادمجون ها یه مقدار سبزی میپاچیم. بادمجون بعدی رو من در اینجا میزان کمی استفاده کردم بادمجون و ترشیام کم شده. میخواستم بدونید که با مقیاس کم هم میشه ترشی درست کرد. سعی کنید ترشیاتون رو تازه به تازه استفاده کنید. مقدار کم بگیرید. تقریبا 10 روز بیشتر طول نکشه و مصرف کنید. بعضی ها ترشی درست میکنن و 6-7 ماه ازش استفاده میکنن. ترشی بعدی رو به این شکل میذاریم. مخالف اونا. دوباره به همین شکل. موقع سرو میتونید حتی اینا رو برشم بزنید. و داخل پیش دستی سرو کنید یا همین به شکل درسته میتونید استفاده کنید. سبزی هایی که مونده من اطراف ظرفم رو پر میکنم باهاش. حتی روش هم میتونید بریزید. به این شکل تمام سبزی رو روی ترشیا و اطرافش میریزیم. اضافه سبزی که باقی مونده. بعد با سرکه روش رو پر میکنیم. هیچ فرق نداره. از سرکه سفید استفاده کنید یا سرکه قرمز. وقتی که سرکه رو ریختیم داخل ظرف دوباره مقداری نمک روی ترشیمون میپاچیم. در ظرف رو کاملا میبندیم و در جای خنک نگهداری میکنیم. خب دوستای گلم، در اینجا برنامه ما به اتمام رسید. من ترشی لیته یا همون لیته بادمجون خودمون یا همون ناسخاتون اهالی شمال آموزش دادم. لیته فلفل دلمه‌ای و بادمجون بهتون آموزش دادم. همینطور لیته‌ای که داخل فلفل دلمه‌ای ریختم و توی سرکه خوابوندم آموزش دادم. دلمه بادمجونم، ترشی بادمجونم بهتون آموزش دادم. امیدوارم از این آموزش بهترین بهره رو برده باشید. خیلی شما رو دوست دارم و تا برنامه دیگه شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.